سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز حالتون چطوره وضعیت شیبا اینو رو میخوایم با هم دیگه یه بررسی داشته باشیم و باید کم کم جدیش بگیریم چرا که توی این محدوده ها شیبا داره نوسان میکنه اینجاها که داره قیمتش نوسان میکنه جایی هستش که دیگه کف خودش هستش از این سقف خودش درصد ما بخوایم بگیریم از اینجا تا به این لحظه 90 درصد قیمتش اومده ریخته و شما فرض کنید قیمتش اگر بخواد برگرد به سقف خودش چیزی حدود 900 درصد هزار درصد رشد رو باید دوباره تجربه کنه تا برگرده به سقف گذشته خودش و نکته که هستش اینه که شیبا در گذشته ما نموداری توی تایم فریم هفتگی داریم نگاه میکنیم میبینیم که قیمتش این محدوده داره نوسان میکنه دیگه درسته قیمت بعد از اینکه یه مدت اینجا رنج شده بالا پایین داشته یه دفعه یه پامپی داشته و اومده به سمت بالا و یه سود خیلی فوق‌العاده‌ای رو تجربه کرده یعنی یه جهش خیلی خوبی رو داشته با اینو و در حال حاضر در حال حاضر ما همونطور که دارید نگاه میکنی قیمت از اینجا که استار خورده اومده پایین رسیدیم به یه جایی که دیگه بیش از یک حدی کاهش نداشته یعنی قیمت اگر اون روند نزولی خودش رو ادامه میداد و حتی از این کفه که ما اینجا تشکیل دادیم و رسمش کردیم میخواست پایین تربیات دیگه این محدوده ها باید از اینجا ریزش میکرد به سمت پایین ولی اتفاقی که افتاد این بود که حمایت هایی ازش انجام شد و باعث شد دقیقا ببین این محدوده رو دارم راجع صحبت میکنم اینجا رو من توی دایره ای میخوام بکشم که توضیحات مهم ما اینجا هستش چرا داریم از آینده خوبشی با صحبت میکنیم و رشدی که میتونه در آینده داشته باشه علتش اینه که اینجا ما یه حمایت مهمی هستش یه زون معاملاتی هستش و دلیل این زون معاملاتی که اینجا رس شده قبل هرها به گذشته نگاه کنیم اینجا حمایت های خیلی خوبی اومده تشکیل داده چهش های خیلی خوبی بوده که اینجا اومده از همین استار خورده منشه حرکت سود خیلی خوبه شیبا بوده که دقیقا یادم هستش اون تایم ها این محدوده ها جایی بود که خیلی ها خوشبی بودن به شیبا امیدوار بودن و شروع کردم خیلی از افراد زیادی به اینجا خرید کردن خرید کردن ولی قیمت اومد به سمت پایین یه کاهش خیلی زیادی رو داشته و الان برگشته به اون منشه حرکت خودش یک ارزشالی وقتی یه پامپی رو تجربه میکنه نهایتا کاهشی که میتونه داشته باشه اینه که برسه به منشه حرکت خودش یعنی برگرده به همون جایی که از اونجا استارت خورده و دوباره به سمت بالا یه جهشی داشته باشه و حتی تو اون نصف پایین اومدنش یه حرکتی کنه یه جهشی داشته باشه و همینطور همین کار رو اگر شیوا اینا بخواد تکرار کنه این رشد رو داشتیم نموداری تکنیکالی دارم با شما صحبت میکنم این رو داشتیم قیمت اومده پایین رسیده به منشه حرکت خودش و نهایت رشدش تا وسط های این موجه میتونه باشه که حالا حداقل میتونیم عدد 4۲۶ رو در نظر بگیریم و روی عدد عدد 4۵۸ رو هم میتونیم که زن خودمون داشته باشیم که تارگتی باشه اینو بیاد تا کنه یه سری به خبرها بزنیم در حال حاضر اینجا تعدادش کاملا مشخصه شیبا برن یک حالا توییتر حساب توییتری هستش که میاد توکن سوزی های شیبا اینا رو نشون میده که مثلا آقا چقدر توکن سوزی اومد انجام داده این ارزش چاله در حال حاضر 9 میلیارد نزدیکی های 10 میلیارد تا ما شاهد این هستیم که توکن سوزی اتفاق افتاده و شیبا اومدن توکن هاش رو سوزوندن در حال حاضر شیبا 589 تریون تا ازش وجود داره داخل بازار شما مثلا 582 اینا 10 میلیارد تاش میاد سوزونده میشه که در برابر این همه توکنی که داخل بازار وجود داره خب عدد خیلی کمی به حساب میاد دلی این عددها با هم دیگه جمع میشن مجموع اینا یه خیلی بزرگ میشن یه تریون دو تریون که اینم در ماه بازم کم هسته شیبا از دازه فقط یه نقطه ضعفی که داره اینه که توکن سوزی داره انجام میده با توکن سوزی مشکلی نداریم یه نقطه ضعفی که داره اونم این هستش که سرعت توکن سوزیش خیلی پایین هستش وگرنه توکن سوزی اوکی همه چیز اوکی هستش و فعلا از لحاظ قیمتی هم جای مناسبی قرار گرفته از لحاظ قیمتی جایی هستش که قیمت مناسب این هستش که یه دیدی داشته باشیم و اینکه این جمعش کنیم یه مقداری ازش بخریم و محدوده جذاب و کم ریسک ما همین محدود هستش یعنی قیمت الان 5.88 نو نوسان میکنه نهایتا 5.58 این محدوده که پایین در هم اگر از این هم اینجا قیمت پیاده ساخت کنه 27 درصد 26 درصد که عدد خیلی زیادی به حساب نمیاد پس شیباینه از هر لحاظ که داریم نگاه میکنیم وضعیت کاملا سودی ولی سرعت توکین سوزش خیلی کم هستش مثلا این 10 میلیارد تا رو جالبه که از لحاظ توکن سودی بهتون بگم این ده میلیارد تا در 269 ترانزکشن یعنی 269 تا ترانزکشن اومده انجام شده تا 10 میلیارد تا توکن سوزی انجام شده که این ترانزکشن ها باید در 10 تا ترانزکشن باشه 20 تا ترانزکشن باشه نه اینکه مثلا 269 تا و سرعت توکن سوزی خیلی پایین هستش باید افزایش پیدا کنه باید بیشتر بشه و حمایت های مختلفی هم که حالا برخی از حساب های توییتری میان ازش انجام میدن و خیلی ها روی شیبا اینو خوشبین هستن چرا که قیمتش قیمت جذابی هستش یعنی بر اینکه این, این پامپ رو تجربه کرده رسیده به کف خودش اینجا حالا محدوده جذابی به حساب میاد که ما ازش انتظار داشته باشیم که واکنش های رو نشون بده و این آخری موجی که حالا به صورت دایره ای شکل من اینجا کشیدمش ببین از اینجا تا به این لحظه قیمت ریزشی بوده دیگه درسته ولی شیبه رو نگاه کن شیبه تغییر کرده شیبه رفته بالا دیگه خیلی ریزش نکرده رفته بالا دیگه خیلی ریزش نکرده دوباره رفته والا ریزش خیلی کمتر و همینجوری این ریزشه رو دقت کنید کاملا مشخص هستش ریزش ها کمتر شده اینجا مثلا اولین ریزشش بوده اینجا مثلا دومین پایین اومدنش سومین پایین اومدنش چهارمین پایین اومدنش یعنی دیگه خیلی داره کوچیک و کوچیک‌تر میشه مثل این نمودار ببین قیمت داره اینجوری میشه و اینجا مثلا یه ترن داره که حالا اون سری ما اومدیم رسمش کردیم از لحاظ سقف و کفی هم بخوایم نگاه کنیم کاملا مشخص هستش دیگه به چه شکلیه از آخرین ببین این یه دونه کاهشش از اینجا تا اینجا 56 درصد بوده آیا اینجا هم همینطوری بوده اینجا یه کمی بیشتر بوده ولی آخرین پایین اومدنش ببین 40 درصد بوده و جالبش اینجا هستش ببین یه من از بادی نگاه میکنم یه کف اینجا داشتیم یه لحظه اینا رو من با خط بکشم که بهتر دیده بشه ببین یه پادی اینجا داریم یه دونه کف پایین تر داریم از اینجا پایین تر هستش از لازه حجمی و قیمتی بخوایم نگاه کنیم یه دونه کف پایین تر داریم ولی اینجا دیگه کفه بالاتر شده ببین یه دونه سقف داریم یه سقف پایین تر داریم یه سقف پایین تر داریم ولی اینجا دیگه سقف بالاتر شده پس این داره چی نشون میده ببین اینا رو به هم دیگه ما متصلشون کنیم خب اینا رو من بیام به هم دیگه متصل کنم میخوام نموداری یه چیزی برسیم ما اینم کندل ها اینم نمودار شیبا رو من یه لحظه خاموشش کنم ببین از لحاظ خطی ما نخوا... نگاه کنیم لاینی نگاه کنیم به یه چیزی متوجه میشیم اینجا یه کف داریم کف تر کف تر کف چهارم بالاتر از کف قبلیش بوده یه کف داریم کف تر کف تر کف چهارم میبینیم که بالاتر از کف آخر خودش بوده پس این داره نشون میده که شیبا دیگه رسیده به اون آخر خط خودش و الان جایی قرار گرفته که قیمت باید از همینجا نهایتا پایین اومدنش تا این محدوده باشه تا این محدوده عدد 582 و بعد از اینجا استارت بخوره و به سمت بالا یه جهشی داشته باشه و یه خیلی سود خوبی رو ما از سمت شیبا شاهد باشیم که بیاد حرکت کنه و به این سمت یه جهشی داشته باشه پس از قیمتی میشه این پیش بینی رو واسه ارز دیجیتال شیبا اینو داشت که قیمتش بیاد این استارت رو بزنه و به سمت بالا حرکت کنه پس همه چیز رو که ما بررسی کردیم خیلی وقته که داریم آپدیت تحلیل شیبا رو ما میریم یه تایمی یادم باشه دقیق حالا من قبل از اینکه یه اتفاقی بیفته میایم راجع بهش صحبت میکنیم یه تایمی یادمون باشه قیمت شیبا اینجاها که داشت نوسان میکردیم محدود اصلا ما ویدیو نداشتیم یعنی کلا راجع به شیبا صحبت نمیکردیم ولی الان خب داریم راجع بهش صحبت میکنیم چرا چون که قیمتش الان رسیده به یه جایی که دیگه اون آخر خط خودش هستش الان جایی هستش که دیگه باید اون جهشه رو داشته باشه و نهایت پایین اومدنه دیگه اینجا باشه از این پایین تره دیگه قیمت شیبا نیاد و به سمت بالا یه سودی داشته باشه. باشه یه جهش خیلی خوشگلی داشته باشه خوش داشته باشه و یه جهش خوبی رو از سمت شیبا روی این محدوده ها ما بیایم شاهدش باشیم و اگر من برم توی تایم فریم ماهانه هم نگاه کنم قیمت شیبا رو بررسی کنم تایم فریم ماهانه هم از بالا رفتنش داره نشون میده حالا چطوری داره نشون میده اگر تایم فریم هفتگی رو نگاه کردین اینجا فشرده بودش خب الان توی تایم فریم ماهانه این فشردگی رو شما اینجا نمی بینید. و بینیم که قیمت یک کندل مثبت پرقدرتی تشکیل داده اومده بالا درسته و بعد ریزش کرده به سمت پایین ببین موجه داره اینجوری میشه میخوام کامل نشونتون بدم که یه حالت گودال مانندی رو اینجا داره تشکیل میده و این عدد ها رو حالا به صورت لاینش هم من کنم یه حالت هفتی شکلی رو داره تشکیل میده که وقتی این هفتی شکل اتفاق میفته به مثلا این آخرین هفتی شکل رو نگاه کن قیمت از اینجا رفته بالا این هفتی شکل رو نگاه کن یا این هفتی شکل رو نگاه کن که فعلا اینجا پشت سر هم داره همین اونا تکرار میکنه ولی سعودی نداشته یعنی جهشی به سمت بالا فعلا نداشته و باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و جهشه به چه شکلی خواهد بودش در کل یه جنبندی داشته باشم حالا برمیگردیم دور نگاه میکنه. قیمت در حال حاضر 588 داره نوسان میکنه مارکت کپ 5 میلیارد و 200 میلیون دلار هستش با ما 24 ساعته 114 میلیون دلار خب نکته ای که هستش و خیلی مهمه و باید تو ذهن خودمون داشته باشیم بستری که داره بستر اتریوم هستش و سعی کنی که روی بستر اتریوم خرید کنی نهایتاً تو صرافی به این بینیکس رو نگاه کن زیر ویدیو دیسکریپشن لینکش رو گذاشتم بزن روی اون لینکه برو ثبت نام انجام بده بدون احساس هویت شما میتونید تا خودتون صرافی واریز برداشت داشته باشید در حال حاضر 18 هم شده رنگ شیبا اینو و جالب بود برام هر چقدر رنکش مثلا میشه 19 هم 20 هم واسم خیلی خوشحال کننده هستش چرا که سریعتر میتونه رنگ هاشو افزایش ههم 16 15 و نهایتا رشد رو من تو رنک یازدهم دارم میبینم واسه شیبا یا دهم دارم میبینم و انتظار دارم که در تایم کوتاه مدت خیلی سریعتر برسه به رنگ دهم ده یا رنک یازدهم این انتظار رو ازش دارم پس از لحاظ قیمتی و تکنیکال و فاندامنتالی شیبا وضعیت مثبتی رو داره و خودم شخصا خورد خورد دارم ازش اضافه میکنم واسه تریدرها هم توی تایم فریم 4 ساعته ببینم چی دارم توی تایم فریم 4 ساعته اینجا که من دارم نگاه میکنم قیمت شیبا اینو یه نکته جالب داره اونم این هستش که 4 ساعته خیلی سریع میشه ترید انجام داد پایین اومدنش رو نگاه کن خیلی شیبدار اومده پایین ولی این داره نشون میده که قیمت با یه تلنگر یعنی با یه تی خیلی تیک کوچیک با یه فوت کردن دوباره برمیگرده به سمت بالا اینجوری خواهد شد نمودار با اینو و تریدرها بیشتر روی پوزیشن لانگ باشن چرا که اینجا هم حمایته اینجا حمایت حمایته و میشه ازش یه مقداری رو گرفت من تمام نکات رو گفتم حتما بچه ها چنل رو سابسکرایب داشته باشید هول درای اینو که بتونی از ویدیوهای آینده با خبر بشید خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردی تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار همه دوستان از کانال فست تریدر